زان عظیم الله فاروقی معرفی کوي او چې د زیات مدیر رئیس د پاکستان آی اس آی لپاره کار کوي د هندوکش په نوم یو ویب سایټ دا ویډیوي کلیپ خپور کړي. د پاکستان استخباراتو له لوري ګمارل شوی جاسوس اعتراف کړی چې د واخان د بې ثباته کولو لپاره اسلام آباد له دوشنبه سره اړیکه کې دی. د افغانستان د بې ثباته کولو دا پټې هڅې د عظیم الله فاروقي چې په راسخ مشهور دی په نیول کېدو افشا شوي. عظیم الله مشهور په راسخ چې د بدخشان یفتل پایان ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی او دا مهال تخار کې ژوند کوي د اسلامي امارت ځواکونو له لوري پاکستان ته په جاسوسۍ نیول شوی دی. عظیم الله فاروقي مشهور په راسخ، ولدی فیض الله، ولدی سفر محمد، سکونت اصلی ولایت بدخشان، ولسوالی یفتلی پایان، قریه ورینگ، سکونت فعلی ولایت تخار، حوضه شش، یونس آباد. د نیول شوی جاسوس کیسه د نورو جاسوسانو په څیر ډیره پیچلې نه ده. عبدالیقین لومړنی کس دی چې عظیم الله فاروقی یا راسخ سید رضا هاشمی ته ورپیژني. سید رضا هاشمی بیا د بدخشان کشم ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی. د افغانستان ژغورنې او عدالت غوښتنې غورځنګ رئیس دی او د پاکستان استخباراتو سره د جاسوسۍ وکلنه سابقه یا مخینه لري. ما از طریق عبدالیقین با سید رضا هاشمی معرفی شدم. سید رضا هاشمی 7 سال است با آیسای پاکستان کار میکند. سید رضا هاشمی از ولایت بدخشان، ولسوالی تگابی کشم، رئیس جنبش نجات و عدالت خواهی افغانستان میباشد. وقتی با سید رضا هاشمی معرفی شدم، عظیم الله فاروقی یا راسخ کیسه کوي چې سید رضا هاشمی پاکستان ته وروبللو او د اسلام آباد افغان هاوس هوټل کې د پاکستانی استخباراتو له مهمو غړو لکه کرنل خالد، کرنل شاهد، لیاقت علی پاچا او د جمهوری تیر نظام د څو لوړ پوړو چارواکو سره ګډې ناستې هم کړې دي. سید رضا هاشمی برای من ویزه فرستاد، گفت بیا پاکستان. وقتی پاکستان رفتم در اسلام آباد در هتل افغان هاوس یک جلسه برگزار گردید. در این جلسه کرنلای آی اس آی پاکستان و چند نفر از مقامات بلندپایه جمهوریت قبلی حضور داشتند. در این جلسه از کرنلای آی اس آی پاکستان، کرنل خالد و کرنل شاهید، لیاقت علی پاچا بود که استقامت کاریشان افغانستان بود. د اسلام آباد ناستې بله موضوع چې عظیم الله فاروقي ته یې د سرته رسولو دنده ورکړل شوې هغه د تیر جمهوري نظام پوځیان او د ناراضه طالبانو انسجام دی او په دې اړه خلکو سره لیده کاته هم کړي او ځینو یې ملاتړ هم کړی دی. نیول شوي جاسوس له یو بل لوی راس هم پرده پورته کړي. دا د لیکونو تبادله چې د تاجکستان تر ولسمشر رسېدلې او بالاخره اسلام آباد او دوشنبه په دې سلا شوي چې نا امنه او د افغانستان اقتصادي ګټې سبوتاش کړي. بعد از ختم جلسه سید رضا هاشمی به من گفت بره بر افغانستان نظامی قبلی و طالبای ناراضی منسجم کن. وقتی بر افغانستان برگشتم به خاطر امین موضوع و بسیاری از مردم دید و بازدید کردم که بسیاری از مردم حمایت خود را از ما اعلان کردند. من یک خط توسط عبادی به رئیس جمهوری تاجیکستان فرستادم. این خط را هاشمی نوشته کرده بود. در این خط ذکر شده بود تاجیکستان از سید رضا هاشمی حمایت کند و در کل تاجیکستان و پاکستان خواهان ناامنی در افغانستان هستند و یکی از خواسته های پاکستان و تاجیکستان این است که منافع کشورهای منطقه را در افغانستان تخریب کنند. حتی موکړه چې د یاد کس د نیول کېدو په پار د اسلامي امارت اړوند چارواکو نظر هم لزان سره ولرو خو د هڅو سره سره بیا هم بریالي نشو.